با پنجمین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از 9 ماه عملکرد دولت 13 در خدمت شما هستیم و در مسابقه امشب بنا داریم که با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران راجع به این عملکرد و آنچه که دولت 13 تا به الان به عنوان طرح‌های کلان اجرا کرده و آنچه که به عنوان برنامه آینده اجرا خواهد کرد بنا داریم که صحبت بکنیم و تشکر میکنم از حضور جناب آقای رئیسی از وقتی که برای این گفتگو اختصاص دادن. سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از حضور شما، شب شما بخیر. خواهش میکنم. منم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و مردم عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای همه عزیزان آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو در ماه مبارک رمضان. خیلی متشکرم. من خاطرم از جناب عالی در ابتدای استقرار دولت 13 دو موضوع رو به عنوان اولویت‌های اصلی دولتتون مطرح کردید. یکی بحث جان مردم بود و دومی بحث نان مردم. در بحث جان مردم که بیشتر ناظر به موضوع کرونا و پاندمی بود که در دنیا اتفاق افتاده بود و عملکردی که دولت 13 برای کنترل و مهار این در اصل ویروس تا به الان داشته. اگر موافقید از وعده اول دولت شروع بکنیم راجع به جان مردم که ببینیم ارزوبی خودتون چه هست و بعد هم وارد موضوعات نان مردم بشیم و بحث اقتصادی که پیش روه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نسبت به مسئله جان مردم که اشاره فرمودید، خب مسئله پیش روی دولت بعد از آغاز به کار مسئله کرونا بود، دغدغه جدی همه مردم و روزی 700 خانواده عزیز ایرانی ما داغدار می شدند. هم مسئله تهیه واکسن و عرض اختصاصی برای تهیه واکسن، هم از کجا تهیه کنیم، هم مسئله تزریق واکسن، همه اینها مسئله بود. ولی با مدیریتی که انجام شد، با دیپلماسی فعال دولت، با مشارکت جدی مردم، به لطف خداوند متعال امروز ما در شرایطی هستیم که 700 خانواده عزیز که داغدار می شدن رسیده به 7 مورد و این از الطاف خداوند متعال اولا و دوم مشارکت جدی مردم در این قضیه و این مشارکت مردم مثال زدنی است در این رابطه. بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس که باز از جلوه‌های ارزشمند مشارکت مردم هست. اساتید محترم دانشگاه، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، مدیران، خوب این هم از جلوه‌های خوبی است. بعد هم فعال شدن سفرهای نوروزی، کسب و کار مردم، فضای کسب و کار در کشور فضای فعالی شد الحمدلله. اینا همه از برکاتی است که خداوند متعال به برکت این سلامت عنایت کرد که همواره باید تلاش کنن، هم مردم عزیزمون، هم دستاندرکاران امر بهداشت و درمان، که این سیانت از جان مردم ارتقا پیدا کنه روز به روز و تضمین بشه. به حمد الله علاوه بر واردات واکسن، تولید واکسن داخلی که ما شرکت هایی داریم که فعالند و از افتخارات کشور این تولیدات واکسن داخلی که امروز کشور ما رو قادر کرده به اینکه بتونه صادرات واکسن در دنیا داشته باشه و کشور الان جزو کشورهایی است که موفق شده در امر صیانت از جان مردم و واکسیناسیون عمومی. این کار به حمدالله با لطف خداوند متعال و مشارکت مردم انجام شد. نسبت به مسائل پیش روی دولت که من در ابتدای امر دولت و آغاز به کار گفتم، مسئله مهم ذخایر کشور و ذخایر کالاهای اساسی برای کشور هست. خب اون اول نگران کننده بود ذخایر کالاهای اساسی برای کشور، ولی من بعد از مدتی اعلام کردم که امروز نگرانی رفع شده، مردم عزیز اون بدونن که ما دیگه نگران ذخایر کالای اساسی در کشور نیستیم. ذخایر ارزی و ریالی در کشور بود که ما آغاز به کارمون در دولت همراه بود با اینکه در اولین جلسه دولت که هنوز
وزرای ما رأی اعتماد نگرفته بودن از مجلس، یعنی در زمانی بود که میخواست رأی اعتماد گرفته بشه، اونجا نگرانی این بود که ما حقوق مرداد ماه رو چگونه پرداخت کنیم. اما امروز به حمدالله ماهایی که گذشته بدون یک روز تأخیر حقوق و دستمزد نسبت به همه بخش ها دولت تونسته پرداخت بکنه و این هم از الطاف الهی است که نسبت به ذخایر ارزی و ریالی، چه فروش نفت که به دو برابر افزایش پیدا کرد و از جهت فروش نفت ما نگرانی دیگه نداریم الان، نسبت به افزایش تجارت خارجی که در واقع حجم تجارت ما امروز 100 میلیارد دلاره و این رقم کاملا متفاوته با قبله، در ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهایی که ما معتقدیم تعامل و همکاری اونها میتونه حوزه تجارت و اقتصاد ما رو فعال بکنه و این اقدام آغاز شده و در ابتدای راهی ما معتقدیم که راه‌های بهتری رو انشاءالله در پیش داریم. از مسائل و دغدغه‌هایی که پیش روی دولت بود، مسئله کسر بودجه بود. ما اعلام کردیم که یکی از معضلات جدی 450 هزار میلیارد کسر بودجه است که دولت به اون مواجه هست. خب این بدونی که استقراض از بانک مرکزی بشه یا خلق پول بشه، تلاش شد با کسب درآمدهایی که دولت میتونست داشته باشه این کسری جبران شد و ما سال 1400 رو به لطف خداوند متعال، علارغم اینکه ابتدا همه میگفتن شما با این کسری بودجه میخواد چه بکنید چون رقم بالایی هستش، ولی این هم از اقداماتی بود که مدیریت شد و یا برخی میگفتن که تورمی که امروز 40% همین طور که پیش میره میرسه به 60%، ولی خب تا آخر سال 1400 ما دیدیم که این سیر نزولی رو پیدا کرد به 36%، از 40% به 36%. اینها نگرانی هایی بود که ما داشتیم نسبت به مسائل هم جان مردم، هم نسبت به مسائل اساسی منابع کشور و ذخایر کشور. اما یکی از مسائل پیش روی جدی کشور هم مسئله ارز ترجیحی بود که همواره اقتصاددان ها، همواره صاحب نظران نسبت به این مسئله به ما هشدار میدادن که این هم یکی از مسائل جدی کشوره که باید نسبت بهش چاره کرد. بسیار خوب. الان آقای رئیس جمهور، برای ارز 4200 که حالا دیگه وارد بحث نان مردم موضوع اقتصادی شدیم، الان برای مشخص دولت چه است؟ ببینید، ابتدا معلوم بشه ارز ترجیحی از زمانی که، یعنی از سال 97 که شروع شد، به کالاهای زیادی اختصاص پیدا کرد، لکن از همون ابتدا معلوم بود که خب این ارز ترجیحی یا دو قیمت برای ارز یا چند قیمت برای ارز مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکنه. خب در اون زمان اختصاص پیدا کرد، ولی خب مدت کوتاهی که گذشت دولت قبل خودش متوجه نسبت به این قضیه شد که این مشکلات جدی برای کشور و اقتصاد کشور ایجاد میکنه، لذا تلاش کرد که این رو از کالاهای مختلفی حذف کنه، ارز ترجیحی رو. حالا نوع کالاهایی که اختصاص پیدا کرد و حذف شد نهایتا رسید به 6-7 در واقع کالای اساسی که شاید اگر اینها هم در همون زمان که قیمت ارز قیمت پایین تری بود، یعنی اون وقت 11 تومن بود 12 تومن بود، اگر همون زمان تدبیر می شد برای اینکه این ارز ترجیحی بتونه سامانی پیدا کنه، از الان خیلی کم هزینه تر بود. خب ارز ترجیحی می دونید که اصولا هم تولید رو تهدید می کنه، یعنی افزایش واردات رو به دنبال داره، دوم مسئله در واقع کاهش بهره‌وری رو به دنبال داره در کشور در اقتصاد، و سوم اینکه موجب رانت و فساد و تبعیض در کشور میشه و بسیاری انذار داده بودند از هم مسئولین، هم اقتصاددان‌ها، هم بخش‌های مختلف که بالاخره این قیمت ما در قبل از اینکه بنده بیام دولت
در دستگاه قضایی که پرونده های مختلفی رو شاهد بودم نسبت به از تجریح گرفته بودن یا پول گرفته بودن واردات بی رویه کرده بودن یا قرار بود کالای اساسی بیارن کالای دیگه‌ای رو آورده بودن یا پول رو گرفته بودن رفته بودن تو بازار آزاد تبدیل کرده بودن به ارز آزاد و رفته بودن باهاش مثلا اون پرونده حاج قربون علی که معروفه در رابطه با ماشین سازی تبریز یکی از اون پرونده‌های قابل توجه هستش که وقت در دستگاه قضایی بود و از این دست پرونده‌ها و مسائل بود. خب اینا مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرد، عرض ترجیحی عرض کردم، مسائل جدی در رابطه با مسئله تبعیض و فساد و رانتخاری که در رابطه ایجاد شد. باید این قضیه حتما اصلاح میشد و فکر میشد برای این قضیه که حالا دولت از مسائلی که پیش روش بود مسئله عرض ترجیحی و اینکه چگونه میخواد با این قضیه برخورد بکنه. و اما حالا سوالی که جناب عالی فرمودید که برنامه دولت در این رابطه چه خواهد بود؟ ما از اون ابتدا که اومدیم ما 8 میلیارد دلار در قانون بودجه 1400 قرار داده بودن برای اینکه در واقع مصارفی که عرض ترجیحی میتونه داشته باشه. آغاز دولت با پایان این میزان و مبلغی که عرض کردم مواجه شد، یعنی 8 میلیارد او وقتی که ما آمدیم در دولت قبل تموم شده بود. لذا در دولت مطرح شد، در جلسه اقتصادی سران مطرح شد، نهایتاً به صورت یک لایحه دو فوریتی ما مسئله رو به مجلس اعلام کردیم که با توجه به اینکه ما نیاز به عرض ترجیحی داریم اگر بخوایم ادامه بدیم باید با اجازه قانونگذار باشه و یا اینکه حذف شه طبیعتاً باید جبرانش رو به مردم حتماً بدیم. خب این مورد این لایحه ما فوریتش در مجلس رأی نیاورد. نتیجه این که باید ما تصمیم میگرفتیم که چه بکنیم. ما تصمیممونی شد که ما به نحوی این وضعیت رو ادامه بدیم برای اینکه زیرساخت‌ها آماده نبود. باید زیرساخت‌ها این قضیه آماده میشد اولا. ثانیاً حتما ما یه اجماعی رو لازم داشتیم در کشور برای اینکه این مسئله مهمی است و هم اقناع‌سازی افکار عمومی رو باید حتما در پی می داشت. یعنی هم اجماع و هم اقناع‌سازی در این قضیه و آمادگی و ایجاد زیرساخت‌های لازم که در رابطه باید باشه. چون برخی مطرح می‌کنن که چرا عجله می‌کنید نسبت به انجام این کار و برخی مطرح می‌کنن که چرا دولت 13 در سال اولش می‌خواد زیر بار این ماجرا بره. بله، بعد همین مطرح می‌کنن که در سال اول چرا مطرح میشه. خب اینو بذارید مثل دولت‌های دیگه که با این قضیه کنار اومدن بذارید که برای بعد. ببینید اولا ما شتاب زده عمل نمی‌کنیم و عجله نمی‌کنیم. موضوع رو ما مدت هاست در دستور کار داریم و این مسئله هم در دولت هم در مجلس هم در واقع نشست های نخبگانی مفصل مطرح شده، ابعاد مختلف موضوع و کاملا تبیین شده مسئله که چه ادامه این وضعیت چه ضررهایی چه تبعاتی چه مفاسدی به دنبال داره این مطرح شده. و از طرف دیگه خب یکی از بحث‌انگیزترین مباحث در مجلس این مسئله بوده، در محافل اقتصادی و دانشگاهی این بحث کاملا مورد بررسی قرار گرفته، از مسائلی است که در رسانه‌ها بهش پرداخته شده، هم در رسانه ملی هم در رسانه مکتوب هم در رسانه‌های دیجیتال بهش پرداخته شده. ابعاد قضیه رو کارشناسان و صاحب نظران مطرح کردن که چگونه باشه نسبت به این قضیه. میگن این کار سختیه، حتما همینطوره. منتهی ما شأنی برای خودمون قائل نیستیم جز خدمتگزاری به مردم و نوکری برای مردم و این مسئله به عنوان یک موضوع که ضرورت داره به عنوان یک اصلاح اقتصادی باید صورت بگیره و تصمیم سخت رو طبیعتاً نباید ازش فرار کرد. باید فقط به ابعاد موضوع توجه کرد، به در واقع ساحت‌های مختلف موضوع توجه کرد، نباید نسبت بهش وحشت زده شد. باید ابعاد مختلفش رو پرداخت کنم اینکه الان پرداخته شده و به حمدالله امروز مورد توجه هم مجلس هم دولت هم دستگاه قضایی است هم دستگاه‌های مختلفه که این مسئله به عنوان یک اصلاح اقتصادی باید دنبال بشه. الان دقیقاً آقای رئیس جمهور چه اتفاقی بیفته راجع به بحث یارانه‌ها؟ حالا من عرض می‌کنم خدمتتون اون چه که باید انجام بشه رو.
امروز همه به این که باید مسئله ارز ترجیحی به نحوی حل بشه و این دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز رو ما تمام کنیم متفقن، اما اون چیزی که اختلافه ممکنه در زمانش اختلاف باشه، ممکنه در روشهاش اختلاف باشه، اشکالی هم نداره اختلاف نظرها، اما بالاخره باید بر یک نقطه اتفاق نظر کرد که بشه انجام بشه. اون اتفاق نظر رو ما فکر کردیم بهترینش اینه که باید به قانون عمل بشه. قانون مجلس در این رابطه روشن هست. قانون مجلس بعد از همه بحث هایی که در رابطه انجام شد در قانون 1401 اینطوره که برای دولت ارز ترجیحی قرار داده نشده. اون چه قرار داده شده عبارت از این است که باید ارز به صورت ETS باشه، یعنی ارز نیمایی یا به نحوی ارز آزاد باید باشه. پس اون چی که پیش بینی شده در قانون مجلس اینه، جبرانش هم پیش بینی شده که حالا اگر که ارز به صورت ETS بود، یعنی به صورت ارز نیمایی، کسی که میخواد واردات بکنه باید این ارز رو، یعنی کسی که مثلا 4200 ارز رو دریافت میکرد، الان باید با ارز 23 تومن بره کالای اساسی رو وارد بکنه، کالای اساسی رو، کالای اساسی همین چند قلمی که باید وارد بکنه. خب طبیعتاً این تو بازار تأثیر میگذاره، جبران چگونه باشه اینم در قانون پیش بینی شده که چگونه باید جبران کرد. لذا ما نکته‌ای که در رابطه برامون مهمه اون است که اولا مردم در جریان موضوع قرار بگیرن و ما اون چیزی که وعده کردیم که مردم عزیزمون در جریان قرار بگیرن، هم قبلا من مطرح کردم، هم به نحوی در رسانه‌ها مطرح شده، توسط صاحب نظران مطرح شده و مباحثی که این روزها مطرحه، کاملا در جریان قرار بگیرن که امروز ما به عنوان دولت چه اقدامی می‌خوایم بکنیم. اولا اقدام مبتنی یکی بر قانونه، دوم شرایط اقتصادی و جهانی و منطقه و قیمت کالاهای اساسی، اینا هم نکته مهمیه چون توضیح دادن من وقت مردم عزیز نمیگیرم. احتمالاً در این رابطه ما باید به نحوی تدبیر کنیم که اقدام ما حالت واکنش و انفعال نداشته باشه، به صورت فعال بتونیم وارد قضیه بشیم. لذا دولت در این رابطه هم برنامه داره، هم به نحوی کار از یک جایگاه تخصصی برخورداره، یعنی صاحب نظران و کسانی که صاحبان اندیشه در این رابطه هستن، اقتصاددان ها در این رابطه، اینها نسبت به این مسئله نظر دارند و دولت هم غافل نبود در این قضیه. من خودم هم نشست داشتم با صاحب نظران اقتصادی، هم با بازار، هم با بخش های مختلف نشست های مختلف داشتم. بعضیش از رسانه ها منعکس شده و بعضیشون هم نه، منعکس نشده، ولی همواره خودمون رو به این که باید به نظر صاحب نظران، عزیزان نماینده مجلس با دلسوزی در این رابطه بحث کردن، تبادل نظر کردن، در کمیسیون های مختلفی بحث کردن، نتیجه شده قانون 1401 و دغدغه جدی هم در این رابطه بوده. عرض کردم یکی از بحث انگیزترین مباحث بوده که عزیزان ما بهش پرداختن در بخش های مختلف. الان یک نکته که مطرحه این که خب حالا دولت در این رابطه چه میخواد بکنه؟ ما اون چه که باید انجام بدیم این که هم قانون رو باید اجرا بکنیم و هم این که به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری در رابطه وارد نشه و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنن. همون قضیه که جناب عالی اشاره کردید، جان مردم و نان مردم، و این نکته مهمیه، هم دغدغه مجلس، هم دولت، هم همه دستگاه هاست که این مسئله مورد توجه قرار بگیره. یعنی آقای شما الان بناست که اون یارانه ای که بابت کالاهای اساسی در حلقه اول زنجیره پرداخت میشد، این به حلقه آخر و به مصرف کننده با یک سازوکاری پرداخت بشه، درسته؟ اینو ممکنه جزئیاتش رو بفهمید؟ من جزئیات چه عرض میکنم؟ ببینید یه زنجیره است، اونی که تا حالا انجام میشد به وارد کننده پرداخت میشد با مشکلاتی که ایجاد کرد، به این مشکلاتش همه واقفن که مشکلات جدی، رانت و فساد و تبعیض و مسائل مختلف، الان باید پرداخت بشه به در واقع آخر زنجیره. آخر زنجیره مصرف کننده است، به مصرف کننده بده، مصرف کننده خودش میدونه مدیریت کنه سفره خودش رو چگونه عمل بکنه. اینی هم که تعبیر میشه حذف ارز ترجیحی، در واقع باید این واژه رو اصلاحش کنیم ما، در واقع نوعی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه هستش، نه حذف. حذفی در کار نیست، یعنی همین مبلغ هستش که از اول زنجیره میاد به زنجیره مصرف کننده و آخر زنجیره. و این جزئیاتش الان مشخصه که بناس به هر فردی، به چه افرادی، به چه میزانی، در چه شرایطی پرداخت میشه. ببینید بررسی کرده سازمان برنامه بودجه، دقیقاً کارشناسی کرده،
کارشناسی اینه که ما به صورت سرانه حساب کردیم مصرف افراد به نسبت به این میزان الکل‌های اساسی که در واقع مورد بحث هست چه میزان مصرف هست؟ مصرف سرانه. برابر همین سازمان برنامه بودجه پیشنهادی که داده این است که ما برای همه دهک هایی که امروز در جامعه به عنوان دهک اول تا دهم شناخته میشن، سه دهک اول 400 هزار تومان اختصاص پیدا کنه هر ماه بهشون، هر نفر یعنی خانواده 5 نفره 2 میلیون تومان دریافت میکنن در هر ماه تقریبا. حالا من دقیقش عرض میکنم، این نسبت به دهک های چهارم به بعد هم 300 هزار تومان هر نفر دریافت بکنه. نان و دارو همه مردم بدون استثنا ازش برخوردار هستند و اینی هم که در جامعه مطرح شده نسبت به قیمت نان یا قیمت دارو یا قیمت بنزین، به هیچ عنوان قیمت نان و دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کنه، اینکه بعضا مطرح شده نه به هیچ عنوان افزایش پیدا نمی‌کنه. یعنی حتی اصلاح می‌کنم، یعنی حتی این اصلاح پرداخت یارانش که از حلقه اول بیاد حلقه آخر رو نان و اینا هم اتفاق افتاد. نان سنتی که قبلا هم اعلام شده نان سنتی به دست همه مردم خواهد رسید، دارو میره در شکل بیمه، البته الان نیست ولی داره زیر ساختاش آماده میشه که این زیر ساختها تکمیل بشه، حتما از طریق بیمه ها خواهد بود با همین قیمتی که الان هست، منتهی از طریق بیمه ها، یعنی یارانه ای که الان دارن وارد کنندگان دریافت میکنن این یارانه به بیمه ها پرداخت میشه، او یارانه ای که الان داره وارد کننده دریافت میکنه این داده میشه به بیمه ها و بیمه ها دارو رو به دست مردم با قیمتی که الان وجود داره میرسونن. نسبت به نان سنتی، نان سنتی هم یارانش پرداخت میشه، منتهای مرتب مردم اونی که نان سنتی که دریافت میکنن نان رو که میخرن به قیمتی که الان وجود داره دریافت میکنن، یعنی افزایش قیمتی در رابطه نخواهد بود. نسبت به مسئله بنزین هم که بعضیا این رو در افکار عمومی و در رسانه ها مطرح کردن، نه اونم هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت، این هم حتمیه. نکته ای که در اینجا مهمه آن است که این حمایت در واقع، من این رو عرض بکنم سریع، که این یک کمک معیشتی خواهد بود یک ماه یا دو ماه تا زیرساخت‌های فنی برای کالابرگ الکترونیک کاملا آماده بشه. هر وقت کالابرگ الکترونیک آماده شد طبیعتا با این میزانی که به عنوان کمک معیشتی است این تناسبش کاملا با مردم در میان گذاشته خواهد شد. پس اونی که من عرض میکنم این که دو ماه، مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد، در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300 هزار تومان، در ارتباط با نان و دارو همه بهره مند میشن بدون استثنا، تمام آحاد مردم از نان و دارویی که دارای در واقع همون قیمت یارانه ایست برخوردار میشن. و این حمایت معیشتی از مردم، یعنی اون چی که پرداخت میشه عنوان حمایت معیشتی است. چرا؟ چون ما میخواییم ابتدای سال یک تغییر قیمتی داشته باشیم نسبت به بعضی از کالاهای اساسی، این باید حمایت از مردم بشه. حمایت از مردم هم فعلا برنامه‌ریزی شده که دو ماه یک حمایت این گونه بشه، بعد تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک طبق برنامه‌ای که دولت داره. این کالابرگ الکترونیک هم برابر قانونی است که انجام میشه، هم اون چیزی که به عدالت نزدیکتره و میتونه گرانی رو به دنبال نداشته باشه. ولی الان که داره اتفاق میفته برای اینکه مردم ازشون حمایت بشه و در این میدان مردم تنها نمونن و مشکلی خصوصا برای خانواده های نیازمند نباشه، این حمایت مالی از مردم کاملا از طرف دولت صورت میگیره. بسیار خب، حال در حالی داریم با رئیسمون صحبت میکنیم که ساعت 10 و تقریبا 57 دقیقه هست و بیننده گفتگوی زنده رسانه ملی با آقای رئیس جمهور رسید. آقای رئیس جمهور، این اعدادی که جناب عالی اشاره کردین که واریز خواهد شد، کی مشخصا واریز میشه و به حساب مردم میاد؟ واریز میشه دیگه، ما دولت صادق الوعدی هستیم، اون چه گفتیم عمل میشه. یعنی پیش از اینکه اون اتفاق رو یارانه حتما قبل از اینکه افزایش ها رو شما داشته باشید، ان شاءالله این کمک معیشتی که من عنوان کمک معیشتی رو بهش میدم، این کمک معیشتی ان شاءالله
به مردم پرداخت خواهد شد و افزایش ها بعد از اونی که این کمک معیشتی در حسابای مردم حتما قرار خواهد گرفت، منتهاش در نحوه برداشت اون طبیعتا اگر دو ماه در حسابشون قرار بگیره، ماه اول امکان پرداختش هست، ماه دوم زمانی که برسه طبیعتا امکان برداشتش هست. یعنی الان به میزان دو ماه پرداخت میشه ولی به اندازه یک اعتبارش ماه. اعتبارش در حسابشون قرار داده میشه، بعدا نسبت به نحوه برداشتش اعلام میشه، یعنی دولت و ستاد تنظیم بازار اعلام میکنه چگونه برداشت خواهد شد. یعنی زمان برداشتش اعلام خواهد شد و زمان این انتقال نحوه اختصاص یارانه از حلقه اول به حلقه آخر هم اینو در زمان مشخصی اعلام خواهید کرد؟ نه، این که الان تصمیم دولت اینه که انجام بشود، لکن این به مرور زمان اعلام میشه که به چه نحوی امکان برداشت وجود داره و از طرف دیگه کالاها هم به چه نحوی قیمتشون تنظیم بشه، یعنی با ستاد تنظیم بازار اول و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت کالا از اون طرف از طرف این سازمان اعلام خواهد شد که قیمت کالا به چه شکله. و من اینجا نکته که میخوام عرض بکنم، یکی این که این دهک هایی که من گفتم، دهک اول تا سوم یا تا دهم، ممکنه اعتراضاتی باشه، شکایاتی باشه، کسی بگه من در فلان دهک هستم یا اسمم حذف شده، یا افرادی باشن جامانده باشن در رابطه اسمشون در سامانه ها. این سامانه ها زمینش هست برای اینکه هر نوع اعتراض و شکایتی بتونه در زمان خودش مورد بررسی قرار بگیره. لذا هر گونه اعتراضی یا شکایتی چه در دهک ها چه در ارتباط با حذف نامشون از در واقع سامانه ها، مثلا در یک مقطعی حذف شده یا الان اعتراضی دارن، این سامانه ها موظف شدن که سریعا خصوصا در وزارت رفاه شبانه روزی فعال باشن که به نوعی از اعتراضات و شکایات رسیدگی بشه. بسیار، من ظاهرا ساعت اشتباه اعلام کردم آقای رئیس جمهور. ساعت تقریبا الان دیگه 22 است که با جناب عالی صحبت میکنیم راجع به آنچه که داره اتفاق میفته در دولت پیرامون مسائل اقتصادی. این اعداد، باز من راجع به اعداد میخوام متمرکز بشم و سوال بپرسم، این اعدادی که جناب عالی اعلام کردید جدایی از اون رقم هایی است که به عنوان یارانه پیش از این به برخی از دهک ها واریز میشد یا مجموعاً با اونهایی که واریز میشد این عدد مجموعه در واقع؟ این که دارم عرض میکنم عنوانش عنوان همون کمک معیشتی است برای حمایت از مردم در اینکه این در این گرانی ها مشکلی براشون ایجاد نشود. بعدن ما این رو تبدیل میکنیم، یعنی این که بعدن میگم یعنی پیشبینی زمانی که با همه بخش ها انجام شده حدود دو ماه هستش حد اکثر که در ظرف دو ماه بشه تبدیل کرد به کالا برگ. اگر در این مدت احیانا مشکلی یا اخلالی واقع بشه و هر دلیلی مشکلی باشه، حتما باز مسئولین یا بنده خودم با مردم در میون میگذاریم که مردم در جریان نحوه در واقع کار قرار بگیرن به نحوی که بتونن کاملا زندگیشون رو تنظیم کنن با این کمک معیشتی که بهشون داده میشه و در واقع قیمت کالا. و اما قیمت کالاها، قیمت کالاها طبیعتا اینگونه نیست که هر کسی در هر جایی هر کالایی رو بتونه با هر قیمتی واگذار کنه یا بفروشه. نه، به هیچ عنوان این اجازه داده نخواهد شد، بلکه سازمان حمایت از مصرف کننده موظفه بر اینکه قیمت کالاها رو اعلام بکنه. بخش‌های نظارتی که من در این رابطه میخوام به مردم عرض بکنم، اگر ما تو واکسیناسیون موفق شدیم، اگر تو بازگشایی دانشگاه‌ها یا مدارس موفق شدیم، اگر در حوزه‌های مختلفی دولت موفق شده یا مقابله با خیلی از این در واقع مشکلاتی که بوده، همه با مشارکت مردم بوده. من یقین دارم که در این قضیه اگر مشارکت همه مردم رو ما همراه داشته باشیم، حتما دولت موفق خواهد شد. این مسئله که یک اصلاح اقتصادی است و برخی هم به ما این نصیحت رو کردن که آقا چرا سال اول چرا خودتون رو تو در واقع حرف حدیث و مسائل مختلف و اینقدر حرف اینقدر مسئله دیگه چه بکنیم؟ یعنی نظر بدن اهل فن، نظر بدن دلسوزان. ما وقتی با مشکلی برمیخوریم، مشکل رو باید حل کنیم یا عبور کنیم، بگذاریم در این مشکلات مردم بسوزند و بسازند. راه چیست؟ یعنی عزیزان ما این رو بگن، ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در مشکلی که مردم مواجهن بایش، چه مشکلاتی که در جان مردم، در نان مردم، در سفره مردم، در اقتصاد جان باشه، اجازه بدیم که مردم برای اینکه خودمون، اسممون، رسممون تو مردم بمونه، یه وقتی کسی بهمون حرف نزنه، یه وقتی کسی بهمون یه وقتی نگه بالا چشتون ابرو، یا به بنده طلبه خدمتگزاری که هیچ شأن جز خدمتگزاری نداریم هیچ چه نگیم، یا به دولت ما بگیم نه اشکال نداره مردم همین وضع رو عبور کنن ازش، با همین مشکلات بسازن. خب مردم مشکل دارن، جلو چش مردم داره یارانه ها و
هدر میره، جلوی چش مردم داره فساد میشه، داره تبعیض اتفاق میفته. خب ما بگذاریم این مسائل رو بگیم که کی حل میکنه، قراره چه کسی بیاد حل بکنه. دولت مسئولیت داره در رابطه. مسئولیت پذیری امروز یکی از مسائل بسیار مهم دولته. دولت باید مسئولیت بپذیره. باید ببینید، من خدمت شما و مردم عزیزم عرض بکنم، بنده رئیس قوه قضاییه بودم، یعنی در جایگاه مطالبه گری. امروز آمدم خودم رو در جایگاه پاسخگو قرار دادم. میفهمیدم دیروز مطالبه گر بودم، امروز پاسخگو، و میفهمیدم که امروز با چه مشکلاتی مواجهم. بخونن عزیزان مقالاتی که امروز در روزنامه ها نوشته شد، بخونن دیدگاهی که صاحب نظران داشتن که فلانی داره یک دولتی رو تحویل میگیره که نه فقط دولت، در واقع اینکه خزانه چطوره، نه بدهکاره. و با این شرایط، یا شرایط جان مردم، شرایط مال مردم، شرایط سفره مردم، من با علم و اطلاع و آگاهی آمدم توی میدان و با این تصمیم که حتما باید تصمیمات، حالا اسم سخت رو نگذارم، تصمیماتی که همراه با مشکل، همراه با اینی که باید دولت در این رابطه اگه لازم باشه آبروشو بده، بعضیا جان دادن، بعضیا مال دادن، اگه لازم باشه بنده آبرومم در این رابطه بزنم که مردم در این قضیه معیشتشون دچار مشکل نشه، سفره مردم آسیب نبینه، راندخارا و مفسدین مردم رو چپاول نکنن، هر کاری که لازم باشه در رابطه ما انجام بدیم. من هیچ گونه این حرفو، البته منتقدین عزیزان ما که مینویسن بیان میکنن، من استقبال میکنم فرمایشاتشون و یقین دارم همشون از در دلسوزی میگن و با استقبال با همه این نقدها. بدونید عزیزان، امروز با یکی از عزیزانی که نقد میکرد دولت رو مواجه شدم، ازش تشکر کردم، گفتم من نوشته‌هاتو خوندم، دیدگاهاتو دیدم، اما من وضعیتو برات ترسیم میکنم، شما خودت مسائل اقتصادی ببینید، ما چه بکنیم در رابطه، شما راهی دارید، راه پیشنهاد کنید، بررسی شده. ما امروز میخوام اجرای قانون بکنیم، قانون 1401 دولت رو الزام کرده به انجام کارهایی. یا باید مثل بعضی از دولت‌ها بگیم حالا درست قانون نوشته، ما زمان برش بگذره ببینیم چی بشه، مشمول مرور زمان بشه، ما این کار نخواهیم کرد. از طرف دیگه اینکه مردم در این رابطه مطالبه دارن، از ما نخبگان از ما مطالبه دارن که مسائل اقتصادی رو ما با نگاه اصلاحگری به مسائل اقتصادی پیش ببریم و ما مصممیم در رابطه. عزیزان بدونن هم برنامه داره دولت در این رابطه، هم مطالعه داره در این بخش ها و هم با برنامه وارد شده که انشالله بتونه مسائل اقتصادی رو دنبال کنه و اصلاح کنه مسائل اقتصادی. تازه این اول راهه، من خدمت جناب عالی و مردم عزیزم میگن اصلا مسئله ارز ترجیحی اگه حل بشه که آخر کار نیست، ما اول کار، ما رشد اقتصادی 8% رو پیش بینی کردیم، ما افزایش سرمایه گذاری رو پیش بینی کردیم، ما افزایش بهره وری در کشور رو پیش بینی کردیم. رشد اقتصادی که همینطور حاصل نمیشه، هم افزایش سرمایه‌گذاری میخواد، هم افزایش بهره‌وری میخواد در کشور، که همه اینا باید اتفاق بیفته. یعنی تازه کار ما شروع میشه. من از همه صاحب نظران اقتصادی، از همه مردم عزیزمون، از همه دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و همه دغدغه‌مندان زندگی مردم میخوام که در این رابطه مساعدت کنن، همکاری کنن. ما به حمد الله امروز مجلس رو، دستگاه‌های مختلف رو همراه داریم و عزیزان ما هم دغدغه دارن مثل ما، مشکلشون مشکل مردم، این نگاه اجماعی در مردم وجود داره. انشاءالله در تبیین موضوع هم رسانه ملی هم رسانه های دیگه تلاش کنن در جهت اقناع سازی و تبیین مسئله. ما اصلا نمیخوایم قضیه در ابهام با مردم در واقع قرار بگیره، بلکه باید با مردم به نحو اقناعی تمام مسائل تبیین بشه. من تشکر میکنم از عزیزانی که مسئله رو کاملا باز میکنن. اشکالی نداره نقدی هم اگه در رابطه با موضوعی هست نسبت به دولت داشته باشن، این در جهت ارتقای کار دولته، اما انتظار این است که همواره همگان خودشون رو مسئول بدانن در این قضیه، این همکاری و مشارکت رو داشته باشن تا ما بتونیم از این مرحله هم انشالله با موفقیت عبور کنیم. انشالله دکتر، ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، شاید در حد 2-3 دقیقه. یه سوالی هستش که راجع به نان و اون بحثی که مطرح فرمودید، اون مجزا از این مبلغ است که داره واریز میشه، یعنی بحث نان داخل این عدد واریزی نیست؟ بله، اون چه که به عنوان کمک معیشتی یا یارانه نان هستش در این مبلغ دیده نشده، اون جدا هستش که به مردم داده میشه. اون زمانش مشخصه؟ طبیعتاً با این مبلغی که گفته شد افزایش پیدا میکنه دیگه. زمانش که مشخصه سر؟ نه، ما نان رو دوستانمون مشغولن که سریعاً انشالله بتونن این در واقع بخشای زیرساختی رو آماده بکنن که نان با قیمت فعلی که دست مردم میرسه با همین قیمت نان دست مردم برسه و اون افزایشی که داره به نحوی به فروشنده پرداخت بشه، یعنی محاسبه بشه، یه مبلغی رو خود خریدار
پرداخت میکنه، یه مبلغی هم فروشنده دریافت میکنه، اما نه از خریدار، از هدفمند سازی یارانه ها دریافت میکنه که اون در واقع زمینه بشه به این مبلغی که مردم عزیزمون پرداخت میکنه. مشکل فکر کنم یکی دو دقیقه باقی مونده، اما اگر راجع به رایگان شدن بیمه سلامت توضیحاتتون رو بفرمایید. ببینید نکته یکی دیگه که من میخوام عرض بکنم این که الحمدلله یکی از آرزوهایی که همواره هم دولت ها داشتن هم مردم عزیزمون داشتن بیمه همگانی بوده. امروز ما به الحمدلله میتونیم عرض بکنیم که با این 5 میلیونی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتن، حقیقتاً یک جهش جدی در بیمه انجام شد، یا بعضیا تعبیر به انقلابی میکنن در این رابطه. من میخوام بگم جهش جدی در بیمه سلامت انجام شد. ما داریم به طرفی پیش میریم که هیچ ایرانی نباشه که بیمه نداشته باشه، همه تحت پوشش بیمه باشن. همین امروز هم اگه کسی رو تخت بیمارستان میخوابه بیمه نیست، همونجا بیمهش کنن. یعنی به هیچ عنوان کسی نباشه که بیمه نباشه. دارو رو بتونن به خوبی و به سهولت از بیمه ها دریافت بکنن، هیچ کس مشکل دارو نداشته باشه. اما داروهایی که کمیاب هستش به نحوی مشکل داشتن، امروز بودجش تامین شده، وزارت بهداشت اعلام کرده که این از بخشایی بوده که انجام شده. همیشه مردم مشکل داشتن، بعضا من خودم مواجه شدم با یه سری از عزیزانی که مشکل دارن برای داروهایی که کمیاب هستش. اینا داروهایی که مبالغش سنگین هستش نمیتونن به سهولت تهیه بکنن، برای خانواده ها امکانش وجود نداره. این تأمین شده به همدلله از طرف دولت. کاری که در رابطه با بهداشت و درمان و تأمین این قضیه انجام شده، کاری بوده که از آرزوهای هم دولت ها بوده هم مردم بوده. به همدلله این هم از کارهای خوبی بوده که در این دوره انجام شده. امیدواریم انشالله با اون چی که دولت داره دنبال میکنه و با اون چی که از کمک معیشتی به مردم عزیزمون داده میشه، مردم عزیزمون در این گرانی هایی که وجود داره احساس سختی در معیشت نکنند. و ما اون چی که برامون مهمه اینه که مردم احساس سختی نکنن و انشالله مساعدت و مشارکت همه اصناف، تعاونی ها، همه اتحادیه ها، بازار خودش کنترل کنه که گرانی اتفاق نیفته. ما حتما بدونن که همچنان که داریم ساختارها رو اصلاح میکنیم که فساد و رانت نباشه. ما تو قوه قضاییه برخورد میکنیم با مفسدان اقتصادی، در دولت اومدیم ساختارها و بسترهای فساد رو اصلاح کنیم. ما به دنبال اصلاح بسترهای فسادزا هستیم در دولت، نه در این بخش، در بخشهای مختلفی که حالا یه وقتی مفصل باید با مردم صحبت بکنم چه اصلاحاتی ظرف این مدت انجام شده و چه اصلاحاتی در پیش هست. اینا اصلاح ساختارهایی است که میتونه ریشه فساد رو بکنه. و هیچ تردیدی در برخورد با فساد، گران فروشی، کم فروشی، احتکار رو نداریم. تمام بخش‌ها باید در رابطه فعال باشن، اجازه ندن کوچکترین اجحافی نسبت به مردم انجام بشه. تمام همت ما آن است که در خدمت مردم و خدمتگزار مردم باشیم و همه این اقدامات برای اینه که دولت با تصمیم جدی در این رابطه وارد میدان بشه. در این حوزه مثل حوزه حفظ جان مردم که وارد میدان شد، در حفظ معیشت مردم، سفره مردم، نان مردم هم وارد میدان بشه و اجازه نده کوچکترین اجحافی به حق مردم بشه. و تمام دستگاه‌ها در این رابطه وظیفه دارن، تمام دلسوزان وظیفه دارن. ما هم در این میدان خدمتگزار مردم هستیم. یقین داریم با لطف خداوند متعال، با مشارکت مردم در این عرصه مثل عرصه‌های گذشته موفق خواهیم بود انشالله. انشالله. خیلی متشکرم آقای رئیس جمهور. فکر می‌کنم دیگه فرصتی ندیدیم، هرچند که موضوعات دیگری هم باقی مون، اما دیگه زمان این فرصت رو به ما نمیده و ممنونم از وقتی که اختصاص دادید برای جناب عالی. و رسانه ملی هم تشکر می‌کنم به خاطر این وقتی که گذاشتن برای اینکه من عرایزی با مردم عزیزمون داشته باشم. از مردمم بسیار سپاسگزارم به خاطر همه محبت‌هاشون و همه الطافشون و اعتمادشون که به بنده به عنوان یه طلبه خدمتگزار دارن. امیدوارم انشاءالله این اعتمادی که دارن روز به روز افزون بشه با عمل به وعده ها. ما بنا داریم اون چه وعده دادیم عمل کنیم و به هیچ عنوان دولتی در واقع با خلف وعده نباشیم، بلکه دولتی صادق الوعد باشیم به مردم عزیزم. خیلی متشکرم.